آرم سلام. سلام آرمین، حالت خوبه؟ مرسی، ممنون. آرمین، حقیقتش من با تمام صحبتهای شما کاملا مخالفم، چون من یک بکگراند افغان دارم و از جامعه افغانستان و چیزایی که اونجا میگذره و در گذشته افغانستان، تاریخ افغانستان یک سری مطالعات داشتم و کاملا تقریبا میتونم بگم 100% با این نظریه شما که مردم میخواستن طالبان مثلا بیان، یا این ایده کاملا مخالفم که مردم دوست دارن مردم حکومت. شما متوجه نشدین من چی میگم؟ اتفاقا من اینو این برداشتتون از حرف من اشتباه بوده. نه، اجازه بدین من حرفم تموم بشه، بعد باش. شما اگه انتقادی داشتین بفرمایید. ببینین، افغانستان مثل خیلی کشورهای دیگه، مثلا بحرین، الان بحرین با مثلا 10-15% اهل تسنن، الان حکومت دست اهل تسننه. مثلا توی مثلا یمن حوثی ها اکثریتن ولی قدرت دست اهل تسننه. افغانستان هم حدود 260-270 سال پیش انگلیس ها یه قبیله را از هند، اون زمان پاکستان وجود نداشت، پاکستان فعلی، یه قبیله را آورد به نام پشتونها را آورد، مسلح کرد، به اینا اسلحه داد، اینا کشتار کردن تاجیکا و هزاره ها و بقیه اقوام و اینا رو کشتار کردن، اینا به اینا قدرت دادن و اینا از 270 سال پیش با اینکه اقلیتن زیر 10% جمعیت افغانستان هستن، اینها قدرت رو در دست داشتن. و خیانتی که شد 20 سال پیش توی کنفرانس بن، زلمه خلیلزاد به آمریکایی‌ها گفت غیر از پشتون اگر کسی، چون خودش هم پشتون بود زلمه خلیلزاد، گفت غیر از مشورتی که به آمریکایی‌ها داد، گفت اگر غیر از پشتون که کسی دیگه بیاد بالا حکومت رو بگیره، این رسلا طولانی نخواهد بود، چون تو این 270 سال پشتون بوده و فقط پشتون ها میدونن که چطور افغانستان رو اداره کنن. و من مثلا توی همین چند روز که طالبا داشتن میگرفتن افغانستان رو، پیام های صوتی زیادی از افغانستان برای من مثلا میشنیدم توی فضای مجازی این ورانور، که مثلا سربازا گریه میکردن، میگفتن تو رو خدا، میگفت یک کسی به داد ما برسه، میگفت ما میخوایم حمله کنیم، طالبا روبرومونه، فرماندهمون پشتون میگه که نکنید، میگه حمله نکنید، تفنگاتونو بذارین زمین، تسلیم شین. میگفت مثلا همون شهر هرات رو که اول گرفتن سربازا گریه میکرد، میگفت ما چند هزار نفر الان، میگفت ما تو پایگاه هستیم، آماده ایم، آماده جنگیم، میگفت ما همه کماندوی مثلا تعلیم دیده آمریکاییم، میگفت ما برای ما این 4 تا طالب هیچی نیستش، میگفت ما بدون اسلحه با چاقو میتونیم اینا رو از بین ببریم، میگفت اینا هیچی نیستن، میگفت فرمانده ما چون فرستاده غنیه، که غنی هم پشتون بود، از همین قوم طالبا بود، این میگفت اجازه نداده. و کسایی که مثلا منصوب کرده بود و گذاشته بود که مثلا والی بنوان مثلا استاندار گذاشته بود و بنوان مثلا سرپرست مناطق گذاشته بود، اینا همه از قوم پشتون بود و اینا با هم جلسه داشتن ماهانه و برنامه شون این بود که طالبان بدون خونریزی و بدون جنگ و بدون این مسائل بیارن. و مردم افغانستان 90% مردم افغانستان واقعا هم وحشت دارن هم تنفر دارن، ولی از بس که رو سر این مردم زور بوده و کشتن، و یعنی خانواده نیست، الان خانواده خود من مثلا، ما از خانواده تقریبا میتونم در یک عمو دایی پدر بزرگ اینا مثلا کمونیست ها مثلا به جرم تحصیل کرده بودن و به جرم مثلا سرمایه‌دار بودن، مثلا پدر بزرگ هم به جرم سرمایه‌دار بودن بردن کشتن کمونیست ها. مثلا عمو دایی مثلا به خاطر تحصیل کرده بود، مثلا مهندس هواپیما بود، داروساز بود، اینا بود کشتن. مثلا خیلی خیلی هر خانواده بری کشته داره، افغانستان داره، مردم به خاطر یه ترسی تو دلشون مونده. و این طالب همون اسمش که اومد دیگه، یعنی وحشت دارن، چون کارهایی که طالبا کردن شوخی نیست، مثلا گرفتن شکم، مثلا دفعه قبل، مثلا این دفعه هم خیلی جنایت کردن، حالا دفعه قبلش مثلا زنه رو مثلا گرفتن شکمش رو در پاره کردن، مثلا بچه رو از تو شکمش در آوردن مثلا سر بریدن، خب مثلا جنین رو مثلا، خب خیلی جنایت های خیلی عجیب کردن. وحشتش هنوز تو دل مردم هست، ولی مردم 90%
مثلا 90% واقعا هیت دارند از طالبا، این 90 نفرت درصد دارند. آمار دارین؟ بله من میتونم بگم بیشتر از 90%، فقط این 10% که هستش اینم به خاطر که پشتونه، به خاطر که قوم خودشونه، قوم خود بله. خودشون یه زمان زمان داوود خان، شما که آمار نیستین که یا آمار زمان داوود خان انجام شد، زمان داوود خان میخواستن آمار گیری کنن که پدر و مادر من یادشونه میگه که آمار گیری کردن، فقط همین استانایی که مثلا پشتونا زیاد هستن اول از اونجا شروع کردن، دیدن زیر 10% میفته، جاهایی که تازه اینو فکر میکردن اینو به من بدین، اینو ببین. البته من خودم به شما آمار میدم که طالبان مردم دوست ندارن طالبانو، من به شما آمار میدم، برای شما مردم طالبان مردم دوست ندارن، و این آماری که خودشون درست کردن که 45% و 35% اینا همش اراجیفه. بذار من الان جواب آلمانی... بدم آرام جان، من صبر کردم، بذار منم جواب بدم، برای اینکه برداشت شما از حرف من اشتباه بود اصلا. خب من آماری رو که نشون دادم طرفداری از طالبان نبود، اتفاقا منم اون موقع گفتم که طرفداری از حمایت از طالبان به شدت مخصوصا دهه گذشته اومده پایین، اتفاقا قبلا بیشتر بود. خب به شدت اومده پایین. چیزی رو که من نشون داده بودم حمایت مردم، ببین من شما نمیدونم، شما دارین نظرهای شخصیتون رو میگین یا تجربه شخصیتون رو دارین میگین یا حسای خودتون رو دارین میگین یا شما دارین در بر اساس مدرک و آمار و اینا صحبت میکنین. خب شما، من بر اساس مدرک و آمار و اینا دارم صحبت میکنم، اگرم اشتباه دارم میکنم و آمارهای بهتری وجود داره نظرم به سرعت عوض میکنم، خیلی راحت، من تعصبی به عقایدم ندارم. مشکل اینجا کیش آماری آرام جان، آرام جان من گذاشتم شما صحبت کنین، اگه بذاری منم این جواب بدم. بله بله، مشکل از آمارگیری وجود داره، همه آمارها نقص دارن، همه آمارها محدودیت داره، ولی آمارها با اینکه نقص دارن، با اینکه محدودیت دارن، جوابهای دقیق تری به ما میدن از تجربه های شخصی و احساساتمون، مخصوصا که اگه تعصب داشته باشیم. خب اگه مثلا مردم یک کشور رو ما دوست داشته باشیم و اینکه مثلا عقایدشون اونجوری نباشه که ما بخوایم تعصب داشته باشیم، ناراحت بشیم که عقایدشون یه جور دیگه باشه، اتفاقا باید بیشتر شک داشته باشیم به اینکه ما چی میخوایم و دوست داریم که مثلا آمار چی نشون بده. خب درسته که آمار نقص داره، هم محدودیت داره، ولی از چیزی که مثلا تجربه شخصی ما میگه و از چیزی که ما حس میکنیم درست باشه، روش بهتری هست برای نتیجه گیری و جوابای دقیق تری به ما میده. ولی شما اگه گوش کرده باشین من چی گفته بودم، اتفاقا من گفتم آمار نشون داد که مردم افغانستان طالبان رو نمیخوان. خب به شدت حمایت از طالبان اومده بود پایین. چیزی که تو افغانستان زیاد بود حمایت از قوانین اسلامی بود. خب من اینو گفتم، مردم افغانستان هنوز که هنوزه شریعه لا میخوان، خب قوانین اسلامی میخوان، و اگه مردم میگن خب قوانین اسلامی ممکنه منظورشون یه چیزی که کاملا مدرن تر باشه، برای اینکه نمیدونن اسلام چجوریه، اتفاقا سوالا رو اگه نگاه بکنین، ببینین آمارایی هم که من دارم میدم از پیو ریسرچه، پیو ریسرچ بهترین، یکی از بهترین معتبرترین آمار جهانه. خب یکی دو تا آماری که تو جهان که از همه معتبرتر هستن، یکیش گلاپ، یکیش هم پیر ریسرچه، حتی این اولی میتونه اشتباه باشه ولی معتبرترینه. یعنی ما نمیتونیم، من نمیگم که وحی الهیه چون آمار گفته باید قبول کنیم، ولی احتمال اینکه درست باشه از چیزای دیگه بیشتره. و شما اگه نگاه بکنین افغانستان، آمار پیو نشون داده که 99% مردم افغانستان قوانین اسلامی میخوان، شریعه لا میخوان. خب و نه تنها این 99% زیاده، از بقیه کشور اسلامی هم حتی به شدت بالاتره. خب یعنی شما میگین اگه این محدودیت های آماری وجود داره تو افغانستان، خب این محدودیت آماری تو عربستان و تو ایران و توی پاکستان هم اینا هم وجود داره، ولی اگه نسبی مقایسه بکنیم جوابایی که از افغانستان داریم میگیریم از هر کشوری بدتره. همین آمار نشون داد که 79% مردم افغانستان میگن مرتد، یه نفر که مرتده باید اعدام شه. 79%، این افتضاحه، این واقعا افتضاحه. خب اینا رو ما باید قبول کنیم. چیزی هم که من گفتم درباره این که مثلا مردم افغانستان نجنگیدن، من تازه گفتم که ببین ما مثال داریم، خیلی من نمیگم که همشون اینجوری بودن. خب افغانستان کلی سرباز کشته داده، کلی هزینه کردن. خب مثال برای همش داریم. خب
ولی خیلی هم نجنگیدن و اونایی هم که نجنگیدن، اونایی هم که اصلا نجنگیدن، تازه من نگفتم تقصیر اوناست، خب یعنی من نیومدم گفتم که اینا چرا اینا نجنگیدن باید میجنگیدن، خب خیلی هاشون نجنگیدن برای اینکه ببینید مشکل اینه که انقدر فساد از همون چیزایی که شما گفته بودین، مثلا دلایل خیلی زیادی وجود داره، خب یکی از دلایلش اینه که فساد از بالا خب انقدر زیاد بود. ببینید شما وقتی پولتون رو اصلا نمیدادن بهتون و شما میبینید که مثلا پولایی که داشت هزینه میشد، این کسایی که بالا دست شما بودن همش داشتن میدزدیدن، همش داشت میرفت به جاهای دیگه، خونه هاشون داشت بزرگتر و قشنگتر میشد ولی شما حقوقتون رو نمیگرفتین. خب اصلا برای چی بجنگید؟ برای کی بجنگید؟ خب یکی این، یکی هم اینم البته این همش نیست، برای خیلی تو افغانستان قومگرایی از ملیگرایی جلوتره، خب نه فقط پشتون ها، بقیه قوم ها هم همینطور. خب یعنی افغانستان یک عقیده ایه که برای خیلی هاشون خیلی مفهومی نداره، یعنی مثلا خیلی حاضرن برای قومشون جون بدن ولی مثلا برای یک چیز مثل افغانستان، البته همشون نه ها، ما میدونم مثال وجود داره خیلی حاضرن برای افغانستان جون بدن، ولی یکی از دلایل دیگه این هست که خیلی ها برای قومشون به قومشون وفادارتر هستن تا مثلا به کشور افغانستان. دلایل مختلفی وجود داره ولی اونایی هم که نجنگیدن، من نمیام میگم ای سرباز افغانستانی چرا نرفتی جون بدی، خیلیاشون جون دادن، خیلیاشون هم ندادن، خیلیاشون هم نمیخواستن بدن و خیلیاشون هم حق داشتن که نرفتن بدن. برای چی بجنگن؟ این همه داره کسای دیگه داره از حقوقشون رو میدوزن، بهشون خیانت شده، خب اصلا خیلیاشون اومدن بخاطر نه بخاطر اینکه بجنگن، خیلیاشون اومدن بخاطر اینکه از خانواده‌شون میخواستن حمایت بکنن. ما مثالای اینجوری هم زیاد داریم، خیلی هاشون مثلا وجود نداشتن، خیلی از این 300 هزار نفر سربازی که قرار بود بیاسن برن بجنگن شبه سربازای سایه‌ای بودن که اصلا وجود نداشتن، کسایی که از بالا بله بفرمایید چی؟ Ghost soldiers بله فارسیش من فکر کنم میشه چی؟ سربازای سایه بابا که ترجمه کرد، یعنی سربازایی که اصلا وجود نداشتن، یعنی کسایی که بالا بودن شبح، بله سربازای شبحی. من هیچ وقت من خودم به من کسایی که میگم اینا چرا نجنگیدن باید میرفتن خون میدن، من به شما خودم بله به خودم به شما بگم، خب من اگه تو افغانستان بودم و خانواده من داشت از گرسنه بود و پول لازم داشت، خب من کسی نیستم که حاضر باشم خون بدم، خب ولی ممکن بود میرفتم توی این لشکر مثلا اسممو مینوشتم برای که به نظر میرسه تنها راهی بود که بتونم از خانواده‌ام ساپورت کنم، با یک حکومتی که مثلا از من اصلا دفاع نمیکرد، حقوقمو نمیداد، خودشون این همه داشتن به من خیانت میکردن، این همه فساد بود، بعد اگه طالبان داشت میومد میگفت برو بجنگ خون بده، من وفاداریم به خانواده‌ام تو اون شرایط مهمتر بود. ببین من خودم وقتی که مردم اگه وفادار نباشن به یه حکومت، به یه کشور، اینو من نقد نمیدونم، برای اینکه من به نظرم حکومت باید به مردم وفادار باشه نه مردم به حکومت. خب یعنی حکومتی که حاضر نیست برای مردمش هزینه بده و برای مردم کاربرد نداشته باشه، من خودم حاضر نیستم برای همچین حکومتی هزینه بدم. اینو به حق میدونم، یعنی من نقدم از اون سربازایی که نجنگیدن نبود، نقدم از حکومت بود، از کسایی که از بالا بهشون خیانت کردن بود. متوجه میشین آرام جان؟ آره درست، کاملا حرفا شما رو الان یعنی بهتر برام روشن شد. حقیقتش یه چیزی هستش، یه سوالی همیشه برام هست، آرمین من تعجب میکنم تو چطوری تا حالا زنده موندی با اینکه من خودم توی کشور غربی زندگی میکنم، ولی مثلا اول خب اشتباهی که کردم، من با تصویر و عکس و آدرس و همه چیز اینا تو فیسبوک فعالیت کردم و به عنوان یک آتئیست، و بعد البته یادت نیست من یه دفعه جریان آتئیست شدنم هم بهت گفتم بعد که چجوری بود و اینا، ولی خب حالا فراموش کردی، خیلی وقت پیش بود، یکی دو ماه دو سه ماه پیش بود. بعد خلاصه درباره همسرت بود؟ آره بعد من خلاصه اولا اشتباه کردم از طریق فیسبوک و اینا، من چی کردم توی هم شهر خودم من با عراقی درگیر شدم، یعنی درگیری که به چاقو کشی و اینا رسیده، بعد با ایرانی درگیر شدم، با افغانی درگیر شدم، با پاکستانی درگیر شدم دیگه، با هر مدل با عرب درگیر شدم، یعنی من خودم الان شانسی زنده ام. من خیلی وقتا مثلا آدرسمو چنج میکنم به هیچ کس نمیدم، بعد
حالا مثلا یک اشتباهی میشه خانومم میده، یا مثلا یه چیزی میشه، خلاصه این قضیه لو میره فلان نه. ولی خب مثلا دوباره مثلا اصلا یک مکافاتی داریم، یعنی از وقتی من الان فیسبوک و همه چیزو بستم، ولی الان اونا ول کنه من نیستن. ولی خودت که با این جسارت میای، ماشاءالله میای همه چیزو دیگه از زیر تا والا همه چیزو میگی و مثلا اینا، من تعجب میکنم. تو حالا جات هم حتی میگی که من تو کانادا هستم و اینا. من حتی جام هم من چیزای پلیس عمومی، من پلیس چند بار مجبور شده اصلا بیاد ازم دفاع کنه و اینا. ولی خب من خودم وقتی به طور شخصی با مسلمان ها صحبت میکنم بسیار دوستانه و مؤدبم، شاید اینم تاثیر داشته باشه. ولی مجوز اسلحه من که نگرفتم، ولی میدن اگه به عنوان برین مثلا به عنوان آتیست، اگه بگین که مثلا من اینجوری جای حمله مثلا جای چاقو باشه چیزی باشه، بهتون میدن اویدنس داشته باشین که بهتون حمله شده. مجوز اصلا اینجا که فکر میکنم میدن. حالا کانادا من که من چیزه، من به هم اصلا، حالا من خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم برای اینکه چیزه ممکنه بهتره صحبت نکنم در این چیز، ولی من خودم نگران نیستم، فقط همین میگم. ولی بهتره که جزئیات صحبت نکنم برای اینکه این خطر رو میبره بالاتر. آره راست. ولی یه چیزی که من بگم آرام جان، چون تهدیدایی که به ما میشه، یعنی کسایی که قول میدن که بله سر ما بیارن، اکثر تهدیداش، یعنی من وقتی که شما نگاه کنین، کسایی که کاری که من دارم انجام میدم و خیلی ها دارن تو ایران انجام میدن، خب همین کاری که من دارم میکنم، خب خیلی ها دارن تو عربستان این کار انجام میدن، خیلی ها دارن تو بنگلادش و پاکستان همین کاری که من دارم انجام میدم اونجا دارن انجام میدن، تو مالزی، توی مصر، توی اندونزی، توی مصر، خب مصر رو فکرم گفتم. ولی برای همین خیلی سخته که ما هیچ ریسکی نکنیم وقتی که اونا این همه دارن یعنی ریسک میکنن همین فعالی های ما. اگه بیان ما بیان شکرد کنیم اینجا چی ترن؟ اینجا بیشتر، یعنی چیزی بگم چی میگن؟ متعصب ترن بیشتر. مثلا تو این کشور ها که میان بیشتر مثلا پاکستانی ها و مثلا عرب ها اینا مثلا میان، نمیدونم چی میزنن. من خبر دارم توی همین شهری که من هستم مثلا میگیرن قمه میزنن، زنجیر مثلا تیغ داره میزنن، مثلا از اینجور کارا میکنن. مثلا توی همین شهر خبر دارم میگیرن یک چند نفر گارد میذارن که اگه پلیس اومد خبر کنن، بعد میزنن و سریع مثلا کف اون مسجد هم میگیرن چی پلاستیک پهن میکنن که خونا اینا رو زمین نریزن، و سریع پلاستیک ها رو جمع میکنن. قمر هم یه نفر میزنن، همون صاحب مسجد میاد قمر رو برای هر کس، یعنی دست هر کس با یه قمه. فکر کن مثلا چقدر بیماری ایدز و هپاتیت و اینا چقدر فکر کن انتقال پیدا میکنه با یه قمه. مثلا 300-400 نفر میگیره سرش رو میزنن. اون بسیار قانونی شد، قانونی هست هم. ولی خب دیگه دولت چجوری جلوشو بگیره وقتی که نمیتونه که همه جا رو کنترل کنه؟ خب بالاخره تا کسی ریپورت نده بالاخره نمیشه. بذار بزنن قمه همچی بزنن که کلهشون نصف بشه. من میگم قمه اینجوری نزن، نگو آرم بزن همچی بزن که تا گردن بره. نه ببین، ما دشمنی با، ببین اینا بالاخره مشکل یه بیماری شدن به اسم دین. خب ما با همچین کسایی حتی اگه اینقدر وحشیانه رفتار میکنن، ما باید سعی کنیم انسانگراییمون رو سر این موضوع از دست ندیم. یعنی ما حتی این مسلمانایی که اینجوری هستن، اینا رو ما باید قربانی دین ببینیم. این نظرم چه؟ یعنی سخت دلسوزی برای همچین کسایی، ولی ما باید سعیمون رو بکنیم. اینا خودشون ببین، قبل از اینکه بتونن زندگی کسی رو بخواد به بهونه دینشون ازشون بگیرن، خودشون زندگی خودشون رو به خاطر دین از دست دادن. ما باید سعی کنیم حتی کسایی که بدترین عقایدو دارن، به جای اینکه دشمنی بکنیم باهاشون، البته سخته ها، میدونم از احساس سخته، ولی باید سعیمون رو بکنیم که به جای دشمنی باهاشون دلسوزی بکنیم. یعنی اینا رو قربانی دین ببینیم، قربانی یک مریضی به مثل دین. حالا متاسفانه یک انگل یا مریضی میشه گفت هستش دیگه. حالا بعضی پیش بینی ها من اینجوری که شنیدم، البته جای نخوندم، ولی اینجوری برایشون
تا براشون 2050 دیگه جنگای مذهبی تموم میشه، یعنی یه جوری بوش میاد که جنگ مذهبی تموم بشه، یعنی تقریبا دیگه میشه گفت که مذهب کارش تمومه دیگه. آره. ولی آرام جان، حالا من باید برم سراغ رایان، بعدش هم فیاض، ولی من پیشنهاد میکنم که اینجوری براشون آرزوی بد نکن، میدونی نظرم چیه؟ یعنی ما با اگه بتون اگه این اینجوری فکر بکنیم، این باعث میشه که دین انسانگرایی ما رو از همون بدوزه، میدونی نظرم چیه؟ یعنی اگه این بتونن رو ما این دین این همه از ما چیز دزدیده، خب این انسانگراییمون رو نباید بذاریم بدوزده، اینو باید آره سعی اینو کنیم. که البته به عنوان شوخی گفتم، اینو که گفتم قمر رو بزن تا گردم، اینو با همینجوری برای فانش گفتم. نه واقعا که منم بدخواه هیچ کس نیستم، تا وقتی به من ضرر نرسونه یه چاقو دارم تو جیبم، تا وقتی کسی بهم چاقو نکشیده چاقو رو در نمیارم دیگه. دیگه فقط اونم برای سلف دفنس دیگه چیز دیگه. من پیشنهاد بهت میکنم پپر سپری بگی که یه موقع یه کاری نکنی که بیشتر باید هزینه داشته باشه. آره پپر سپری بگیر. چی میشه پپر سپری؟ چی میشه؟ اسپری فلفلی. آره. مرسی آرام جان، ممنون از نقدت. البته نقدت هم بعضیش به جا بود، من سعی میکنم بیشتر روی این موضوع فکر کنم، برای اینکه حتی اگه حرفم هم اشتباه باشه، بعضی موقع حتی اگه حرفم هم درست باشه، اگه برداشت اشتباهی باشه، معنیش این نیست که تقصیر کسایی بوده که برداشت اشتباه کردن. بعضی موقع ها برداشت اشتباه تقصیر کسیه که به طور شفاف صحبت نکرده. خب یعنی من باید حواسم فقط به چیزی که میگم، نه فقط کافی نیست فقط حواسم به این باشه که چی دارم میگم، باید حواسم به این باشه که برداشتم چی میتونه باشه و بیشتر شفاف‌تر صحبت کنم. برای همین از نقد متشکرم. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. متشکرم جان. سلامت باشی. خدا.